در دو ماه اخیر یعنی از زمان به قدرت رسیدن دوباره سنی های تونرای طالبان در افغانستان تا کنون چندی مورد کوچه اجباری شیعیان هزاره توسط عوامل طالبان در مناطق مختلف این کشور گزارش شده است در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر هم تایید کرد که طالبان در چندین ولایت شیعیان هزاره را از مناطقشان وادار به کوچه اجباری کرده و زمین های آنان را میان هواداران خود توضیح کردند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان تا کنون مردم را در ولایت دایکندی، ارزگان، قندهار، بلخ و هلمند به گونه اجباری کوچ دادند. در این بیانیه تاکید شده که بیشتر کوچ شدگان هزاره، شیعه و یا افرادی هن که به حکومت سابق نزدیک بودند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده طالبان در زمانی که به بسیاری از هزارها و دیگر ساکنان این پنج ولایت گفته بودند خانه ها و زمین را ترک کنند تنها چند روز محدود به آنان فرصت برای ارائه مطالبات قانونی داده بودند سونی های تندرو طالبان به این افراد همزمان گفته بودند که اگر مناطق و خانه هایشان را تخلیه نکنند حق ندارند از عواقب آن شکایت کنند. پاتریشیا گاسمن مدیر آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفته طالبان هزاره ها و سایرین را بر اساس قومیت و یا عقاید سیاسیشان مجبور به کوچ از مناطق و خانه هایشان کرده بودند. او تاکید کرد این اخراج ها با تهدید به زور و بدون هیچ گونه روند قانونی صورت گرفته و این مورد سوء استفاده جدی است که به مجازات جمعی می انجامد. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره ولایت دایکندی و ارزگان گفته شده که در این دو ولایت دست کم مردم از 15 روستا کوچ داده شدن. بر اساس این بیانیه دست کم 2800 نفر از هزاره ها از این پانزده روستا توسط سنی های تندرو طالبان کوچ داده شدن. همچنین در این بیانیه تاکید شده طالبان حتی به ساکنان این روستاها اجازه انتقال محصولات زراعتیشان را ندادن. سازمان دیدبان حقوق بشر افزوده که علا رغم لغو دستور تخلیه در این روستاها آوارگان هنوز اجازه نیافتند که به خانه هایشان برگردن. این سازمان درباره کوچ دادن ساکنان ولسوالی ناو میشه هلمند توسط طالبان گفته که این گروه دستور اخراج حدود 400 خانواده را داده است ساکنان این ولسوالی به سازمان دیدبان حقوق بشر گفتن که طالبان شش نفر از اهالی این ولسوالی را به دلیل سرپیچی از این دستور بازداشت کرده بودند که هنوز چهار نفر آنان در بند طالبان به سر میبرند. همچنین آنان افسودند که طالبان به آنان اجازه انتقال محصولات زراعتی و وسایل خانهشان را ندادند. این سازمان درباره کوچ دادن اجباری ساکنان قندهار توسط طالبان گفته این گروه در عواست سپتام سه روز به ساکنان یک مجتمع مسکونی متعلق به حکومت فرصت داده بودند که این منطقه را تخلیه کنند. این سازمان در پایان تاکید کرده قوانین بین المللی هر گونه اخراج اجباری را ممنوع می داند. های تندرو طالبان هنوز به این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر واکنشی نشان ندادند.